سوله متروکه‌ای داشتن که اون سوله رو به ما دادن و دکورهامون رو اونجا رفتیم بنا کردیم. مساحت اینجا 1500 متر که الان مفید کاریش به ما میده 1200 متر. در حقیقت ما مثل خیلی از سریال ها که بخشی از بودجهشون صرف زمین و مکان یا سوله محل فیلم برداری میشه، ما نه، ما برای زمین و سوله و اینها هیچ اجاره‌ای ندادیم، اینا از صرف جویامون بود. قرار شد که زندان ساخته بشه، یک قصر ساخته بشه. درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های تصویر پارسه، امیدوارم حالتون خوب باشه. با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز درباره فرج الله سلحشور، کارگردان و بازیگر حزب اللهی دفتر رهبری که چندی پیش از دنیا رفت دربارش صحبت می‌کنیم و اینکه این روزها صحبت‌های بسیاری شده که کتایون ریاهی آمد و درباره آزار یا آزار و اذیتی که نسبت داد به سعید پورصمیمی و صحبت‌های زیادی درباره شد و اینکه این شخص که در سریال فرج الله سلحشور نقش اول و نقش اصلی رو ایفا می‌کرد، اون کار رو براتون درباره صحبت می‌کنیم و نقش اصلی رو چرا سلحشور به این شخص داده، یوسف پیامبر که یک مجموعه تلویزیونی بود در بیت رهبری تصویب شد و متن اون رو فرج الله سلحشور نوشت، کارگردان و تهیه کننده بود. به قول خودش داستان بر اساس زندگی یوسف مطابق با روایت قرآن به رشته تحریر درآمد و بعدش سلحشور خودش هم کارگردانی کرد. در 48 قسمت چالش های خیلی عجیب غریبی داشت و این چالش ها بی تأثیر نمیتونه باشه روی بازیگر، همچنان که انقدر باید این چالش ها بجوشه 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 تا بیاد بیرون به عنوان بازی و ارائه بده. و در این هنگام شاهدی از خانواده آن زن شهادت، شخصیت ویژه سرنوشت این شخصیت رو بازی میده و ویژگی های دیگه ای ازش بیرون میکشه. و بازیگران زیادی در این کار بازی می‌کردند که مصطفی زمانی در نقش یوسف بود، کتایون ریاهی در نقش زلیخا، محمود پاکنیت در نقش حضرت یعقوب پدر حضرت یوسف و بسیار زیادی بازی می‌کردند و همه‌شون
از بلوک حزب اللهی بودند یا کسانی که در خط خامنه‌ای و خمینی و اینها در طول سالها با اونها فعالیت کردند رو سلحشور انتخاب کرد و کسانی که پس زمینه اسلامی داشتند. در این فیلم که تایون ریاهی در نقش اصلی بازی کرد، به خاطر چشمای رنگی که داشت و روابط خوبی هم با سلحشور برقرار کرده بود و اعتقاد داشت که سلحشور یک انسان کامل هست، اما سلحشور یک انسان کامل نبود. سلحشور یک انسانی بود که با شرایط روز خودش رو تطبیق میکرد. قبل از انقلاب اصلا